دروازه های جنت که باز است، به معنی از این نیست که آدم بر رکه در داخل شود. نفهمیدی؟ دروازه جنت یعنی باز است، فرصت بسیار طلایی است، عمل کمت بسیار پاداش بزرگ میگیرد و استعدادت برای اعمال بلند است. راه های دوزخ به خاطر زی بسته است که منکرات کم می شود، به نماز ها سر نماز می آید، شراب خوری بند می شود، تلویزیون های مبتذل و رسوا خود با خود جور می شود، اما چیز گناه کم می شود برد. پس در یک زمانی که در حقیقت دروازه خلاص است، هر جای خوبی است، هر جا نعمت است، هر جا ذکر است، هر جا در درون تم تغییر می آید، در فضای تم تغییر می آید، در محیط هم تغییر می آید و تو جنت نمیری. این معنی از این نیست که دروازه جنت وارد که مثلا مسجد حاجی عبدالرحمن داخل شده. اینجا عمل کو فرصت بسیار مناسب است. این در حقیقت تعبیری است. و گپ دو و برادر گلم ایمان کلگی ضعیف است. از شیخ القرآن هم ضعیف است، از شیخ الحدیث هم ضعیف است، از ما هم ضعیف است، از اون ضعیف است، کلگی ضعیف است. هر کسی که در قرن 21 زندگی میکنه و بگه ایمان ما قوی است، این گپ است. گپ دو بینم میرم راست بگویم، این مردم باید تصور میکنه که هر کس حق داره صاحب زندگی باشه و بجز عالمش باید محروم باشه، بی پیسه باشه، ذلیل باشه، محتاج باشه، تو باید برش پیسه بدی. صحیح شد نه؟ یک کمک دو روپه پیدا بکنه باز دیگه دل ما میگرده از کجا کرد؟ چرا پیدا کرد؟ وا 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 ظنوا بالمؤمنین خیرا، همیشه با مسلمان نیک گمان بکنین، شکر هم بکشین. از طرف سوم گمان نیک کردیم، ایتو نکنیم که بگویم که این نمیده یا ده هزار شرا نمیده. تو گمان نیک بکن، شاید بیشترتر از او بدهد، ولی تلاش علمیش و فهم دینش او را وادار به این میکنه که بهترین صدقه چیزی است که به دست راستت بیتی دست چپ خبر نشود. شاید اعلان نکنه، شاید به مردم در وطل نان نتا ختمای کتا کتا را نگیره، ولی راه های انفاق بسیار زیاد است. بهترین انفاق تعلیم است که تو یک طالب العلم بخیزی برش ماهانه پول بده، برو مکتب بخوان، برو مدرسه بخوان، درس بخوان، شاید برکت برنج نتا و شاید ثواب ازو بیشتر بوده باشه. بنام کل ما مشکل داریم و اگر مشکل نمی داشتیم خود نمی بودیم، اگر علما مشکل نمی داشت خودتو نمی بودیم. دعا بکنه که خدا علمای ما را جور کنه. این وجیبه کل ما شماست. علما حیثیت سر ما را دارد. اگر اونا خوب بوده باشن ما طبیعتاً جور میشیم. اگر اونا مشکل پیدا بکن کل ما مشکل داریم. از طرف سوم باور داشته باشین که استعمار تلاش میکند جایگاه علما را بکوبه، نامها را سرش بگذاره، محبتش از دل مردم دور بکنه، زیرا عمیق قیادت است. ایره که او سکت دیگه عوام چیزی ندارد، عوام طبیعتا سقوط میکند. بنان کوشش بکنید، توطئه ها هم بسیار زیاد است و جایی که اشتباه هست تنها پیشش بریم، دوستی هم رایش داشته باشیم، محبت هم رایش بکنیم، باز به خطایش هم تو بگم اینی اشتباه هست، اگر جور بکنی ایره اصلاح بکنی. و بهترین مردم همون کسایی است که اهدا الی عیوبی، همو عیب ها را بر ما بگوید. بنان ما معصوم نیستیم، بسیار زیاد مشکل شاید داشته باشم و ما نمیفهمم، تو لطف بکن بر ما بگو و اگر قانعت که ساتم خوب، اگر قانعت تو مرا قانع ساتم چقدر خوب است و کاری نکات بود. تشکر، لطفه.